خب گر تو خواهی کو تو را باشد شکر، پس ورا از چشم عشاقش نگر. مولانا میگه تکلیف ما با زید چیه؟ میگه اگه تو هم میخوای این زید مثل این طرفی که براش گفت مثل جنانه طرف دارشن، گر تو خواهی کو تو را باشد شکر، اگه میخوای برای تو هم شکر باشه، پس ورا او را از چشم عشاقش نگر. باید از چشم اونایی که دوستش دارن نگاه کنی. این بخشش خیلی به اصطلاح توش راهکار میشه داره بود. بله بله. گر... راهکارم به این سادگی نیست که چشم تو عوض کنی، بلکه کلن یعنی اینترسه به حساب کل سیستم اینترسه تو میتونی عوض کنی. یعنی این یه دعوتی میکنه به این که به حساب تمام این سیستم میشه زیر روش کنی اینطوری. خودش میگه که چیکار باید کرد. من گر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. این نکته چیه؟ ما با چشم خودمون فقط میبینیم. اون تو حالا بعدن تو همین دفتر چهارم میگه که یادته، میگه چنبره دیده جهان ادراک توست. یعنی تو از اون محفظه چنبره صندوقی که به دنیا نگاه میکنی، اون صندوق همون ادراک توه، یعنی اون محدودهی که تو میفهمی. تو اگه میخوای بهتر ببینی باید از چشم خودت بیای بیرون، از اون صندوق بیای بیرون. و اینه میگه من گر از چشم خودت آن خوب را، تو باید از این صندوق بیای بیرون اگه میخوای بهتر ببینی. و بین به چشم طالبان مطلوب را. چشم خود بربند زان خوش چشم تو، که تو باید بخونی، عاریت کن چشم از عشاق او. چشم خود بربند زان خوش چشم، یعنی ما این چشمی که داریم که سیستم تشخیص ماست، قوه تشخیص ماست، میگه باید از این چشم ببندی، چشم خود رو بر این چشم زیبای خودت بربندی، چون به نظر من این خوبه که من دارم ازش تبعیت میکنم. هیچ کس فکر نمیکنه داره اشتباه میکنه، ما همه به اون فهممون ایمان داریم، به عقلمون ایمان داریم، وگرنه طبق اون عمل نمی کردیم. پس به چشم من این چشم خودم خیلی هم خوب کار میکنه. میگه حالا باید بر اون چشم ببندی، ازش بگذری. چشم خود بربند یعنی بگذر از این خوش چشم. خب حالا میگه این چشم خود بربند، میگه بلکه از او کن عاریت چشم و نظر، پس ز چشم او به روی او نگر. بهترین حالتی که مولانا میگه اینه، میگه اولا که یه مرتبه ارتقاء دید یا ارتقاء این قوه تشخیص این است که چشم خودتو ببندی و او رو با چشم عشاقش نگاه کنی، یعنی از این سیستم خودت بیای بیرون و ببینی که اونایی که اینو دوست دارن چطوری نگاش میکنن. حالا اینا همش پشترش هزار داستانه ها، این حالا ما نمیدونم برسیم همه اینا رو باز کنیم که، البته میگم چون باز کردنش این است که تیه داستانهای بعدی هی شروع میکنه یواش یواش خودش باز کرد.
ولی اصلا منظور از او نمیدونم عشاق اینا این چیزایی نیست که بنام، یعنی این که مثلا من اگر یه چیزی ناراحتم حالا بیام ببینم چطوری اونا رو، به قول خودت خیلی خوب اشاره کردی، این رو باید اون سیستم تبدیل بشه در ما، و یعنی من چشمم همون چشم، این چشم من اینطوری خود به خود که به وجود نیمده، این برآمده از این ارزش های منه، از این سیستم عقلی منه، از این فهمای منه، ادراکات منه، همون عکساست که من از دنیا گرفتم. آلبوم عکسه. تا مادامی که این اینجاست من همینطوری میبینم، اصلا خیلی طبیعیه، این قانون این کاره. منتها حالا اگه تونستی اینو ول کنی یک دید دیگه پیدا میشه. این یکیشه، اگه بتونی اصلا، حالا این دیگه میشه اون کلاس ششم دیگه، که اصلا هیچ بشه اینجا، هیچ نمونه، حتی چشمم نمونه، اون ظرف خالی بشه، اون وقت دیگه میشی خود اون. اینه که میگه بلکه از او کن عاریت چشم و نظر. من که نمیتونم چشم اون عاریه بگیرم، ولی اگه خودم رو خالی کنم اون حقیقت جای من میبینه، اصلا خود من میشم اون حقیقت، خود من میشم اون جنس. این صحبت همین حسام الدین و ضیاء، هنوز اون ضیاء میاد، اون شراب میاد در این جام من، و اون نور میاد به این چشم من، کی؟ با خالی شدن. خب بلکه از او کن عاریت چشم و نظر، پس ز چشم او به روی او نگر. حالا دیگه من دارم با چشم خودش به او نگاه میکنم، چون که من او شدم دیگه و او منه، اگه من میبینم او داره جای من میبینه. این معنی اون چیزی که اول گفت، کان لله، من کان لله، کان الله له، یعنی اگر من همش بشم او، او هم من میشه دیگه، او جای من میبینه، یا چشم من میشه چشم. بله. تا شوی ایمن ز سیری و ملال، این اولین اثری که اینجا پیدا میشه، من از سیری و ملال، این دردی که ما همه داریم، راحت میشم. گفت کان الله له زین ذوالجلال، دوباره خودشان اشاره میکنه، میگه که اون گفت کان الله له در مقدمه زین گفت ذوالجلال اون حرفو، که حالا منم دست و پا شکسته همینو گفتم، چشم او من باشم و دست و دلش. اینو داره از جانب اون عقل کل میگه، میگه کسی که خالی شد که من چشم او بشم، حالا نه فقط چشمش میشم، چشم او دیگه من باشم و دست و دلش، یعنی هر آنچه که دلش میخواد، میلهاشو من تعیین میکنم، مرادشو من تعیین میکنم، و دستشم من میشم، یعنی هر کاری که بکنه. ببین ما هیچی نیستیم غیر از یک سری تصویر، این تصاویر یک میلی ایجاد میکنه، اون میل منجر به یک کاری میشه که ما این کارهایی که میکنیم. میگه که در این صورت هم چشمش من میشم، هم دلش من میشم، هم دستش من میشم، یعنی هر سه این مراکز رو دیگه من در اختیار میگیرم. حالا چه اتفاقی میفته؟ تا رهد از مدبری ها مقبلش. البته این مدبر از کلمه اینجا، از کلمه دوبر، من یعنی رو به عقب رفتن، دوبر به معنی عقب، قبول به معنی جلوه. این که میگن استقبال میریم، و این از همین کلمه میاد،
مدبر میشه رو به عقب، مقبل میشه رو به جلو. میگه در این صورت همه این رو به عقب رفتناش حالا میشه رو به جلو، جا این چیزش عوض میشه، یعنی اون سرنگون بودنش عوض میشه. اون که گفت تو سرنگون در سقر، حالا میشه دیدش درست و رو به عقب نمیره که فکر کنه خودش داره رو به جلو میره. بله، هرچه مکروه هست چون شد او دلیل، سوی محبوبت حبیب است و خلیل. این بیت آخر این قسمت همون چیزی است که گفت که تیتراژ این بود: عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. هر چه مکروه هست، اون تکرهو از این میاد، مکروه باشه چون شد او دلیل. همون چیز مکروه میتونه دلیل و راهنمای تو بشه سوی محبوبت. اگر چیزی مکروه هم باشه، ما رو دلیلی بشه به سوی محبوبمون، اون وقت حبیب است و خلیل اون چیز مکروه. بله، این ترجمه همون آیه‌ای بود که در اون سرفصل بود. حکایت آن واعظ